من نادر خدیری هستم، مسئول پروژه فاندیشن گروه فرهنگی هنری کاما در ایران. ما در روستای علی‌آباد هستیم، 40 کیلومتری تهران و از توابع شهر ورامین. ما قرار هست در این روستا با بهره‌گیری از معماری سنتی ایران که توسط مهندس نادر خلیلی با عنوان ابرخشت بازآفرینی شد، در این روستا یک مجموعه فرهنگی آموزشی رو برای اهالی روستا بسازیم. این روستا قابلیت‌های زیادی داره، هم تو حوزه گردشگری، هم به لحاظ فرهنگی پتانسیل‌های بالایی رو داره. اهالی این روستا با فرهنگ بیگانه نیستن، توشون شاعر، نویسنده و هنرمنده زیادی هستن، ولی به دلایلی از مسائل فرهنگی، از ساختارهای فرهنگی بهره زیادی نتونستن ببرن و امکانات فرهنگی توی روستا خیلی پایینه. من با اهالی روستا که صحبت میکردم، بچه های این روستا بیشتر از این که دنبال نقطه برای بازی باشن، به دنبال کتابخونه بودن که توی روستاشون ساخته بشه. خانم هایی که توی این روستا هستن، خب خیلی براشون مهمه که بتونن زمانشون رو توی این روستا با یک بحث اشتغالی در واقع بتونن سپری کنن که هم درآمدی براشون ایجاد بشه، هم بتونن توی یک فعالیت اجتماعی مشارکت داشته باشن. کنار یک بنای خشتی حدوداً 200 ساله هستیم که به عنوان یخچال ازش استفاده می شده، که دیوارهای سایه انداز اون رو اینجا می بینیم که حدوداً 10 متر ارتفاع داره و حدود 130 متر هم طول این دیوار هست و همینطور آبنباری که باقی مونده از این یخچال که محل نگهداری یخها بوده، که همینطور که می بینید طاق و دیوارها همه تونستن بعد از گذشت سالیان همچنان استحکام خودشون رو داشته باشن. این بنای خشتی و سبک معماری خشتی ایرانی، این چیزی هستش که مهندس نادر خلیلی ازش الهام گرفت و منجر شد به ساخت در واقع پروژه ابرخشت، که ابرخشتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم و ابداع اون توسط مهندس خلیلی اتفاق افتاد، بر پایه این سبک معماری در ایران کهن اتفاق افتاده، که همینجور که نگاه میکنید شما میتونید ببینید که این خشتا بعد از گذشت سالیان هنوز تو این ارتفاع تونستن استحکام خودشون رو حفظ کنن و بر اثر زلزله یا بارش‌های متعددی که حالا برف بارون اتفاق افتاده، همچنان ایستایی خودشون رو دارن.